سلام، خوش اومدین به 259مین شماره از روزنامه ی توپ. امروز جمعه 31 شهریور ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. شایعه بزرگ حوالی خیابان سئول، احتمال کسر 2 امتیاز از پرسپولیس. چندی پیش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل عبور باشگاه سپاهان از قانون سقف قرارداد، این باشگاه را 40 میلیارد تومان جریمه نقدی و 4 امتیاز هم از این تیم کسر کرد. حالا تازه ترین شایعه حکایت از کسر 2 امتیاز از مجموع امتیازات تیم پرسپولیس در فصل جاری داره. در همین رابطه خبر ورزشی مدعی شد که فدراسیون فوتبال بعد از بررسی‌های کمیته انضباطی به احتمال بسیار زیاد حداقل 2 امتیاز از پرسپولیس کسر خواهد کرد. استوری اعتراضی مشترک آبی پوشان، کل تیم استقلال علیه خطیب. تیم فوتبال استقلال با شروع لیگ 23 با حواشی زیادی دست و پنجه نرم میکنه. آبی پوشان علاوه بر اینکه مبلغ قرارداد این فصل خود رو دریافت نکردند، هنوز از فصل گذشته هم طلب دارند. بر همین اساس بازیکنان این باشگاه با انتشار یک استوری مشترک و تهدید کردن خطیر علیه مدیریت باشگاه موضع گرفتند. در بخشی از این بیانیه آمده: تا تکلیفمان روشن نشود سکوت نخواهیم کرد. دوری 1 ماهه کاپیتان پرسپولیس از میادین. وحید امیری که در جریان دیدار پرسپولیس برابر النصر از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شد، مشخص شده نمیتونه پرسپولیس رو در دیدار برابر الدحیل قطر همراهی کنه. تیم پرسپولیس در جریان هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه 10 مهر میهمان الدحیل قطره. گفته میشه امیری حدود 1 ماه از میادین دور خواهد بود. شکایت استقلال از پرسپولیس به دلیل عدم رعایت سقف بودجه. پیش از این منصور قنبرزاده اعلام کرده بود که جلسه ی رسیدگی به قراردادهای باشگاه پرسپولیس هم برگزار خواهد شد تا موضوع قراردادها و رعایت سقف بودجه این باشگاه بررسی بشه. در این باره علیرضا خانی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد که در برنامه ی علی خطیر مدیر عامل باشگاه استقلال هست که از باشگاه پرسپولیس درباره عدم رعایت سقف بودجه شکایت کنه. شکایت رسمی سپاهانی ها از پرسپولیس. باشگاه سپاهان به دلیل پرداخت پول مالیات بازیکنان توسط باشگاه و البته پرداخت بخشی از قرارداد بازیکنان پرسپولیس توسط هوادار متمول، رسما از این باشگاه به کمیته انضباطی شکایت کرد. استناد باشگاه سپاهان به صحبت‌های درویش در 2 برنامه تلویزیونی است که در اون حضور هوادار متمولی به نام یوسفی را تایید کرده.